تکرار و تکرار با تکیه بر قدرت و انگیزه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد شاید تا به حال بارها در مورد تمرین و تکرارهای پی در پی مطالب آموخته شده در دروس قبلی صحبت شده باشه اما از اونجایی که تکرار و تکرار بسیار مهمه جا داره که در این درس به طور مفصل در این باره صحبت بکنیم نمیدونم خبر خوبیه یا خبر بدیه که باید به شما بدم اما حقیقت اینه که برای تسلط به یک زبان بارها و بارها تکرار لازمه تکرار لغات، تکرار مطالب، تکرار جمله ها، تکرار و تکرار در خواندن، در نوشتن، در گوش کردن و در صحبت کردن لازم و واجبه البته این تکرارها نه تنها در فراگیری زبان بلکه در فراگیری هر حرفه و هر تخصصی برای اینکه خبره بشید و تسلط پیدا بکنید به تکرارهای بسیار نیازمندی. مسائلی که روزانه با اونا سر و کار داریم از حافظه کوتاه مدت ما عبور می کنند و در حافظه کوتاه مدت توسط مغز ما مورد پردازش قرار می گیرند. برای انتقال مطالبی که در حافظه کوتاه مدت داریم به حافظه بلند مدت و برای نگهداری طولانی نیاز به تکرار و تمرین های پی در پی و استفاده از اون مطالب داریم. متاسفانه تکرارهای پی در پی از اونجا که ماهیتی یک نواخت دارند برای کسانی که انگیزه کافی ندارند خسته کننده خواهد بود از طرفی ممکنه حتی برای کسانی که از انگیزه بالایی برخوردارند نیز خسته کننده باشه متاسفانه بسیاری از زبان آموزان ذهنیتی منفی نسبت به تکرارهای پی در پی دارند البته عدم وجود انگیزه کافی و عدم پیروی از تکنیک هایی که تکرارهای بسیار رو شیرین میکنه میتونه دلیل به وجود اومدن این ذهنیت منفی باشه بیشتر مردم این موضوع رو درک کردند که ورزش های حرفه‌ای نیاز به تمرین های مکرر و بسیار داره ورزشی مثل بسکتبال یا فوتبال و غیره تمریناتی تکراری داره که یک بازیکن حرفه‌ای بارها و بارها اون تمرینات رو انجام میده این موضوع شاید برای ای جالب باشه که در تمرینات حرفه‌ای رشتههای ورزشی بعد از گذشته مدتی دیگه تمرین جدیدی آموزش داده نمیشه و بعد از گذشته مدت زمان لازم تمرینات یک نواخ هستند و چیزی که در حال تمرین و تکراره دانسته های قبلی و فعلی ورزشکاران حرفه شاید به نظر بعضی خسته کننده به نظر برسه اما همین تمرینات پی در پی هستند که از یک ورزشکار معمولی یک ورزشکار حرفه خواهد ساخت یک ورزشکار حرفه هرگز در مواجهه با تمرینات تکراری خسته نمیشه و با انگیزه بیشتر و بیشتر تمرینات رو انجام میده عدم وجود انگیزه قطعا از پیشرفت اون ورزشکار جلوگیری خواهد نمود و از یک ورزشکار معمولی یک ورزشکار حرفه ای نخواهد ساخت شاید مدت زمان تمرینات تکراری 15 تا 20 سال طول بکشه هر روز همون تمرینات تکراری اما ورزشکار و بازیکن حرفه‌ای میدونه که این تمرینات برای او لازم هستند و مجاب به انجام تمرینات و تکرار اونهاست. تمرین های تکراری اما هر بار با انرژی بیشتر، هر بار با قدرت بیشتر، هر بار با اصلاح اشتباهات گذشته، هر بار با انگیزه تر. در مورد فراگیری زبان هم همینطوره. باید تمرین کرد و باید تکرار کرد. شاید بارها یک مطلب رو مرور کنید اما آیا واقعا به اون مطلب مسلط شده ای؟ آیا اگر با سوالی از همانو نوع به شکل دیگه ای مواجه بشید براتون مسئله ساز نخواهد شد؟ بیایید دوباره نگاهی به روند فراگیری زبان در کودکان بیاندازیم. یک کودک در سیر یادگیری زبان مادریش زمانی که به سن چهار یا پنج سالگی میرسه و تقریبا به سطحی از دانش رسیده که حالا میخواد و میتونه به خوبی صحبت کنه و زمان اون رسیده که تا به قول معروف کمی لفظ قلمتر و یا بهتر صحبت کنه آیا در چنین موقعیتی و در مواجهه با مطالب قدیمی تر که قبلا اونها رو فرا گرفته مثلا یک جمله که بارها و بارها براش تکرار شده به گوینده یا مادرش میگه که کافیه این جمله رو برای من تکرار نکنید من این جمله رو خوب یاد گرفتم بهتر یک جمله جدیدتر و سختری بگید البته که اینطور نیست و کودک هر بار با تکرار دانسته های قبلی بر زبان مادریش تسلط بیشتری پیدا میکنه یک کودک یا خود شما در زبان فارسی هر روز بارها و بارها زمان حال ساده رو میشنوید زمان گذشته ساده رو میشنوید و جملات زیادی رو به زمانهای ساده به زبان میارید آیا این تکرار زمانها برای شما خسته کننده است؟ البته که خیر. نتیجه نهایی تکرارهای بسیار این خواهد بود که شما بدون اینکه مکس کنید و بدون اینکه به ترکیب جمله بندی فکر کنید به راحتی به زبان مادریتون صحبت می کنید برخورد شما با زبان دیگری غیر زبان مادریتون نیز باید همین طور باشه تکرارهای بسیار باعث این خواهد شد که بدون مکس و بدون فکر در مورد جمله بندی و بدون تعمل در مورد ساختار گرامری به راحتی بتونید به اون زبان سخن بگید و بخونید و بنویسید مقوله ای به نام سطح و نمره در زبان رو فراموش کنید اصولا در زبان سطحی وجود نداره نمیتونید بگید که من در زبان فارسی در فلان سطح قرار دارم و در انگلیسی در فلان سطح از اونجایی که یک نمره خوبی در یک تست زبان گرفتید و خوشحال هم هستید و معلم یا مؤسسه زبان مربوطه شما رو یک زبان آموز سطح پیشرفته تشخیص داده به خود نبالید و با خود فکر نکنید که من یک زبان آموز سطح فلان هستم و دیگر نیازی به تمرین ندارم البته این نمرات برای افزایش انگیزه بد نیست اما بیایید واقعگرا باشیم آیا واقعا دانش شما از زبان در اون تست مؤسسه زبان خلاصه میشه؟ تستی که مؤسسه زبان از شما گرفته تا برای شهری بالاتر در کلاس سطح بالاتری شما رو ثبت نام بکنن و یا اینکه به دلیل کمبود جا در کلاس های سطح پایینتر سطح زبان شما رو بالاتر اعلام کردن تا شما رو در کلاس سطح بالاتری ثبت نام بکنن؟ حتی در مورد زبان فارسی که زبان مادریمونه ما روزانه کلمات و جملات جدیدی میشنویم و لازمه که اطلاعات خودمون رو به روز نگه داریم حال چگونه انتظار دارید که در مورد زبان انگلیسی که در عصر حاضر زبان علمه روزانه عبارات، اصطلاحات و جملات و کلمات جدیدی نداشته باشیم اینجاست که تمرین و تکرار به کمک شما خواهد اومد کلمه سطح در زبان یک مفهوم نسبیه آیا واقعا کسانی که در یک پروسه به نام تست حائز شرایط ثبت نام در یک کلاس زبان میشن از دانش یکسانی بهره البته که جواب خیره همه زبان آموزانی که در یک کلاس شرکت دارند از دانش یکسانی بهره مند نیستند دوست من یک حقیقت رو من باید برای شما عنوان بکنم و بدونید که فراگیری زبان هرگز پایان نمییابد حتی در مورد زبان فارسی که زبان مادری ماست کلمات بسیاری هستند که ما معنی دقیقی از اونها نمیدونیم و شاید برای درک مفهوم بهتر اونها مجبوریم به لغتنامه مراجعه کنیم حال کلمات کوچه بازاری و کلمات محلی و مرسوم در شهرهای مختلف پیشکش این تکلیف شما به عنوان یک زبان آموزه که هر روز با استفاده از تکنیک های زیرکانه با انگیزه و با انرژی و با قدرت مطالب رو تکرار کنید با خودتون انگلیسی حرف بزنید اگر در سطح پایینی قرار دارید اصلا مشکلی نیست از جمله های ساده شروع کنید با رعایت هسته اصلی جملات و ساختار جمله از پایه شروع کنید با تمرین دوباره و دوباره جملات ساده روز به روز پیشرفت خواهید کرد و ساختار و هسته جملات در ذهن شما حک خواهد شد و مانند زبان فارسی دیگر نیازی نخواهید داشت که برای گفتن یک جمله فکر کنید با کمی تمرین و پیشرفت به صورت ناخودآگاه خواهید تونست صحبت کنید دقت داشته باشید مانند زبان مادری هرگز نباید صحبت کردن و مرور کردن در ذهن رو فراموش کنید اجازه بدید قسمت انگلیسی زبان مغز شما فعالیت کنه و آب دیده بشه. یکی از مسائلی که ممکنه در تکرارهای پی در پی و تمرینات تکراری با اون مواجه بشید اینه که احتمالا تمرینها و مطالبی که هر روز در یک بازه زمانی خاص در حال مرور اونها هستید برای شما خسته کننده بشه. کاملا حق با شماست. یک نواختی و تکرارها خسته کننده خواهند بود. اما تکنیک هایی وجود دارند که همون مطالب مورد مطالعه تکراری رو برای شما جذاب و تازه خواهند کرد. نکته اول اینکه همیشه در ذهن داشته باشید برای تسلط و رسیدن به هدف نهاییتون لازم و واجبه که مرور و تمرین و تکرار داشته باشید. نکته بعدی اینکه می در کنار اینکه مطالب تکراری رو مرور می کنیم تا مطالب رو به طور عمیق یاد بگیریم احساس خستگی نکنیم از اون جایی که مرور این گونه تمرین ها و مطالب نیاز به انرژی فیزیکی زیادی دارند و خسته شدن و تکراری شدن یک مطلب موضوعی روحی و روانیه لازمه که رجوع کنید به تسلط بر جسم و با تکنیک های تسلط بر جسم و روان انگیزه و آمادگی جسمی و روحی خود رو بالاتر ببرید تکنیک های تسلط بر جسم و روان شما رو بسیار کمک خواهند کرد تسلط بر جسم و روان رو هرگز فراموش نکنید و بارها و بارها تکنیک ها رو مرور کنید و اونا رو رعایت کنید تا این تکنیک ها براتون تبدیل به یک عادت بشه که نه تنها در یادگیری زبان شما رو کمک خواهد کرد بلکه در یادگیری هر مطلب و هر حرفه و هر تخصص یاری دهنده شما خواهند بود نکته بعدی که در تکرارهای پی در پی بایستی رعایت کنید تکنیک مدیریت و تسلط بر باورهاست که این تکنیک باعث خواهد شد تمرین ها و مطالب تکراری براتون خسته کننده نباشه یک بار دیگه درس باورها رو مرور کنید همواره در مراقبه باشید و هدف نهاییتون رو در ذهن داشته باشید خودتون رو در حالتی مجسم کنید که به اون هدف نهایی رسیده اید یک راز وجود داره و اون اینه که اگر شما خودتون رو در یک موقعیت در آینده باور داشته باشید اگر باور داشته باشید زمیر ناخداگاه شما وظیفهش اینه که شما رو به اون موقعیت برسونه اصلا زمیر ناخداگاهتون وظیفه خودش میدونه که شما رو به اون موقعیت برسونه پس همواره در حالت مراقبه هدف نهاییتون رو مجسم کنید خودتون رو در حالت رسیده و قرار گرفته در هدف با موقعیت کامل در هدف خاصتون مجسم کنید نکته دیگه اینکه دقت داشته باشید مطالبی که در حال تمرین اونها هستید رو به درستی تکرار کنید یک اشتباه مثلا تلفظ غلط یک کلمه و تکرارهای پی در پی اون باعث میشه که اون کلمه با تلفظ اشتباه در ذهن شما نهادینه بشه و حتی پس از اون که تلفظ صحیح رو فرا گرفتید در صحبت هاتون به طور ناخودآگاه تلفظ اشتباه قبلی رو تکرار کنید پس لازمه که به درستی مطالبی که در حال مرور و تکرار اونها هستید توجه داشته باشید نکته دیگه اینکه که اگر در تکرارهای پی در پی دوچار خستگی میشید هنوز لازمه که دوباره تکنیک های قبلی و دروس قبل رو باز هم تمرین کنید و رعایت کنید البته که گوش کردن و خواندن این مطالب به تنهایی کافی نیست و تمامی مطالبی که گفته میشه نیازمند کمی تغییر در روش زندگی و روش فراگیریه همه این تکنیک ها به شما کمک خواهند کرد که با انرژی و با قدرت و با انگیزه و با نشاط پیش برید و پروسه تکرارهای پی در پی براتون خسته کننده نباشه. قبل از هر بار تمرین و به خصوص زمانی که احساس خستگی از تکرار مطالب به سراغتون اومد لازم دارید که یک بار تکنیک های گفته شده تا حالا رو سریع مرور کنید و در حالت مراقبه و هوشیاری بررسی کنید که آیا تکنیک ها رو رعایت کردید یا نه اگر احساس خستگی از تکرار به شما دست داده قبل از مرور و تکرار و تمرین دوباره این مطالب توجه داشته باشید که باید در بهترین حالت جسمی و روحی قرار داشته باشید پس از تکرارهای بسیار و مرور و پی در پی به جایی خواهید رسید که واقعا دیگه مطالب براتون از دیدگاهی که مورد نظر شماست و در حال تمرین و مرور و تکرار هستید خسته کننده میشه تکنیکی وجود داره که بسیار مفید و موثر و یاری دهنده خواهد بود این تکنیک بسیار ساده و مهم اینه که در چنین موقعیت لازم دارید که دیدگاه و نقطه تمرکز خودتون رو به مطالب تکراری عوض کنید تا به نوعی مطالب برای خود شما و برای ذهنتون تازه جلوه بکنه به عنوان مثال اگر در حال تمرین و تکرار یک پاراگراف هستید و تنها از منظر اینکه خوندن اون پاراگراف براتون عمیق درک بشه و تا به حال بارها و بارها اون پاراگراف رو خوندید و احساس خستگی و یک نواختی به شما دست داده کافیه که از یک منظر دیگه ای به اون پاراگراف نگاه بکنید مثلا میتونید اون پاراگراف رو بخونید و در حین خوندن صدای خودتون رو ضبط کنید و از طرفی هم تمرین دونسه های قبلی رو انجام دادید و همین که یک نواختی تکرار رو از بین بردید و همین که صدای خودتون و لحجه خودتون رو به عنوان یک ورودی دریافت میکنید و چه بسا اشکالات و نقاط ضعف خودتون در مورد جاهای خاص از جملات و ضعف بر روی کلمات خاص رو خواهید فهمید و اونها رو اصلاح خواهید کرد و یا اینکه سعی کنید سوالات مختلفی از همون پاراگراف بیرون بیارید و با توجه به متن پاسخ بدید. تکنیک تغییر روی کرد تکنیکی بسیار ساده است. در واقع شما همون کار رو به طریق دیگه انجام میدید و باعث میشید که مغز شما راه حل های مختلفی رو در مواجهه با مطالب مشابه داشته باشه. کافی این تکنیک رو چند بار در مورد مطالب مختلف تکرار کنید تا راههای جدیدتری هم به نظرتون برسه. اجازه بدید یه مثال دیگه بزنیم. مثلا در حال تکرار یک به عنوان تمرین شنیداری یا لیسنینگ هستید در دفعات آغازین سعی شما بر اینه که دید کلی و یک مفهوم کلی از اون مطلب پیدا بکنید و بیشتر تمرکز شما بر روی فهم مطالبه زمانی که احساس کردید ادامه گوش کردن به این مطلب پس از چند بار تکراری شده کافیه که تمرکز و دیدگاه خودتون رو عوض کنید و از دیدگاهی دیگه به مطلب نگاه بکنید به عنوان مثال سعی کنید چیزی رو که میشنوید بنویسید و از اونجایی که بیشتر منابع شنیداری داره متن نوشته شد. درده هم حسن میتونید چیزی که شما تشخیص دادید و چیزی که نوشتید رو با متن اصلی مطابقت بدید و اشتباهات خودتون رو پیدا بکنید و اونا رو اصلاح بکنید و با دقت و تکرار دوباره ولی این بار با اصلاح اشتباهات و تکرار درست اونا پیش برید همچنین بعد از اصلاح کامل متن حاصل دسترنج خودتون میتونید از اون متن با صدای بلند بخونید و یک در میان لحجه خودتون و لحجه گوینده متن اصلی رو مقایسه کنید و لحجه انگلیسیتون رو تقویت کنید و بهبود ببخشید همچنین یکی دیگه از تغییر دیدگاه ها اینه که برای رفع یک نواختی نسبت به یک مطلب میتونید بر روی سرعت خوندن یا سرعت صحبت کردن و یا تیز شدن گوش تمرین دوباره انجام بدید و یا اینکه میتونید از مطلب مورد مطالعه سوال مطرح کنید و با کمک متن و با استفاده از ذهن خلاق خودتون برای سوالاتون پاسخ در بیارید و یک بار دیگه سوالات و متن رو تکرار کنید و غیره و غیره این تکنیک تغییر دیدگاه ها بسیار مفید و موثر خواهد بود با این همه تکنیک های متفاوت به نظر می که مطلب مورد مطالعه شما تبدیل به یک وسیله بازی در دستان شما شده تا یک مطلب آموزشی البته این هم یه دخت نظر و یه دیدگاهه تبدیل منابع مورد مطالعه به اسباب بازی برای لذت بردن و صد البته که فراگیری زبان یک بازی لذت بخشه به شرطی که شما بدونید چگونه باید از ابزار بازی استفاده بکنید تمرین با یک دوست و رفیق یا برادر یا خواهر علاقمند هم بسیار مفید میتونه باشه که میتونه به صورت سوال و جواب با یک دیگه باشه یا اینکه میتونه به صورت مکالمه با هم دیگه باشه و روش های دیگه تکنیک تغییر دیدگاه تکنیکی انعطاف‌پذیره و بستگی به علاق مندی شما و به ذکاوت شما و زیرکی شما داره جالبه بدونید تکنیک تغییر دیدگاه نسبت به موضوع و تکرار دوباره اون تکنیکیه که اساتید رشته های مختلف نسبت به موضوعات مورد مطالعهشون استفاده میکنن اما اشخاص معمولی که البته شما جز دسته افراد معمولی نیستید پس از چند بار تکرار به مطلب یا بخش دیگه یا درس بعدی میرن و از تکرار و یادگیری مطلب فعلی سر باز میزنن برای عمیقتر شدن مطالب در تکرارها میتونید دقیقا لحجه و حالات گفتاری گوینده فایل های صوتی در حال تمرینتون و یا حالات صورت و یا حرکات دست گوینده و شخصیت فایل تصویری در حال تمرینتون رو تکرار کنید این تکنیک هم میتونه در به ذهن سپردن و لغات شما رو کمک کنه <applause> تکنیک تکرارهای فاصله دار یه نکته و تکنیک بسیار مهم اینه که هرگز فراموش نکنید که تمرین و تکرار مطالبی که در حال حاضر مشغول اون هستید منحصر به یه بازه چند ساعته نشه سعی کنید تکرارهای فاصله دار به اون موضوع و مطلب داشته باشید به عبارت دیگه بعد از تمرین و تکرار در دفعه اول اجازه بدید کمی زمان بگذره مثلا یک یا دو روز البته در این یکی یا دو روز شما بیکار نیستید و مطالب دیگه و جدیدتری رو دارید تمرین میکنید و فرا میگیرید دوباره به اون مطلب قبلی که مربوط به یکی دو روز پیش بود برگردید قبل از مراجعه به متن و منبع ابتدا خودتون رو محک بزنید که ممکنه در های اشکال داشته باشید و ممکنه اون ها رو به خاطر نیارید نکته اصلی این تکنیک همینه که شما رو با قسمتهایی که کمتر فرا گرفته اید و یادگیری عمیق در مورد اونا به صورت کامل اتفاق نیارید. افتاده آشنا بکنه و باعث بشه که با فهم و فراگیری کامل پیش برید یک بار کافی نیست چند بار این تکنیک رو انجام بدید تا مطمئن بشید که مطالب رو عمیق و کاربردی یاد گرفتید این تکنیک بسیار مهم و زیرکانه است و باعث بهرهوری چند برابر تکنیک تمرین و تکرار خواهد شد دقت داشته باشید که تکرار و تقلید بسیار ساده است و قدرت و اثر زیادی نداره و این تغییر دیدگاه ها به مطلب و موضوع که دانش شما را حتی بالاتر از منبع مورد مطالعه تون خواهد برد یه حقیقتی وجود داره و اون اینه که تکرار محض به تنهایی به شما کمک نمیکنه البته شما رو در یادگیری عمیق کمک خواهد کرد اما پیشرفتی در جهت این پذیری و پویایی مغزتون صورت نمیده اما با تکنیک تغییر دیدگاه ها شما به پویایی مغز خودتون کمک میکنید. باز هم تاکید میشه که تن نمونه که مثال زده شد برای ایجاد یک مفهوم کلیه و روش های مختلف تغییر روی کرد رو با استفاده از خلاقیت های خودتون پیدا بکنید و اونها رو هم تمرین کنید. حاصل نهایی تکنیک تغییر دیدگاه به مطالب علاوه بر اینکه در یادگیری زبان شما رو بسیار کمک خواهد کرد و باعث ایجاد انگیزه بالا و عدم خستگی در تکرار مطالب خواهد شد مغز شما را آماده خواهد کرد که در مواجهه با مسائل غیر مرتبط با زبان هم همین طوری هوشمندانه به بررسی و تحلیل چند ای و چند بعدی موضوعات بپردازه تا شما درک روشنی از موضوع به دست بیارید و همچنین مغز شما آماده خواهد بود که در مطالب درسی و کاری هم شما را در تحلیل و بررسی چند جانبه مسائل کمک کنه این مژده رو به شما بدم که با پیروی از تکنیک های تکرار و یادگیری عمیق بعد از گذشت مدتی شما به طور خودکار خواهید تونست بدون فکر کردن به موضوع و بدون جستجو برای لغات به راحتی صحبت کنید و همچنین مطالب مورد مطالعه در مغز شما برای مدت بسیار طولانی ذخیره بشه و در ذهن شما هک بشه قدر مغز توانمند خودتونو رو بدونید که چه ابزار قدرتمندی در اختیار دارید شادکام و پیروز باشید